صبح زیبایتان بخیر. بیننده برنامه صبح ها زندگی هستین و ساعت سوم برنامه هست. سپاس از شمایی که تا این لحظه با ما همراه بودین و ما را در این لحظات تنها نگذاشتید. در شروع ساعت سوم برنامه صبح زندگی مهمان دارم. مهمان عزیزی که همراه ما هست، نویسنده هست، جناب آقای رحمت الله غمعی، و میخواییم در رابطه با خشونت که موزل بسیار بزرگ و دامنگیری است در قسمت بانوان افغانستان صحبتهایی داشته باشیم و سه تعلیفی که اینا دارن و همچنان آخرین تعلیفی که برمیگرده به خشونت که همین لحظه هم میخواییم در رابطه با خشونت علیه بانوان علیه کودکان صحبتهایی داشته باشیم که چگونه هست و چه عواملی سبب بر این میشه که روز به روز خشونت زیادتر شده میره. آقای غمعی خوش آمدین، صبحتان بخیر. یک سلام خاص برای شما و بینندگان شبکه جهانی تلویزیون آریانا و امیدی که یک صبح پر از صحت و خوشحالی آغاز کرده باشن. زنده و سلامت باشین آقای غمعی. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه صبح زندگی شدین. آقای غمعی، میخوایم در نخست شما یک تعریف کلی از خشونت داشته باشین در جامعه مثل افغانستان. واقعا خشونت در حال حاضر به چه سطحی رسیده؟ خشونت، کلمه خشونت یک کلمه عربی است به نام خشن، یعنی عدم یا ضد نرم یا نرمی، و خودش خشونت عبارت از پل فرد یا افراد که صدمه فیزیکی یا روحی به طرف مقابل وارد کنند. و خشونت خودشان نه تنها بر در سطح افغانستان، در سطح جهان این پدیده وجود دارند، چون که خشونت فطرتاً در بطن وقتی که یک جن به دنیا میایه ایجاد میشن، فطرتاً این جن یک در فکر اکثر کسا شاید همین مثل چی دارن در جنن در نطفه انسان وقتی که ایجاد میشن این احساس دارن وقتی که با مشکلات در جامعه روبرو میشن، باز احساس یا عکس العمل خشنه نشان میتن. حالا آقای غمعی، شما نظر به جامعه که فعلا ما در او زندگی میکنیم و شاهد از این هستیم که روز بر روز خشونت در بین خانواده، در بین اجتماع و حتی در بین کودکان هم زیادتر شده میره، و شما هم تعلیفی هم داشتین در رابطه با بررسی خشونت از دیدگاه جامعه شناسی که آخرین تعلیف شما هست. که شما شاید یک سالی را صرف ازی کرده باشین و زحمت کشیده باشین. حالا بررسی که صورت گرفته به نام خشونت در افغانستان چگونه بوده و همچنان تحقیقی که صورت گرفته، آیا بیشتر خشونت بالای زنان بوده یا بالای مردان یا بالای کودکان؟ ببینید، در کل اگر ما بگوییم خشونت عوامل زیادی دارن در افغانستان، در کل اگر ما صحبت کنیم عوامل مثال در مثال عوامل زیاد هستند، مثلا عوامل اقتصادی، عوامل عدم رعایت قانون، عوامل گوناگون زیاد هستند، ولی اساس ترینشان عدم ارزش یا بی ارزش دیدن اطفال، ارزش هایشان با کلانا و متقابل باز به احترامی و عدم ارزش بودن کلان بودن از کلانا با اطفال و دیدن حقوق یا ارزش های زن به مرد، از مرد به زن که بالاخره خانم و شوهر، باز مشکلات به بار آوردن و فقر هستند، بسوادی هستند و عدم رعایت قانون هستند، جوگزین کردن یا رایج ساختن فرهنگ های بیگانه در جامعه ما و عدم رعایت احترام یا تطبیق حقوق یا معیار ساختن حقوق از کارگر به اداره و از اداره به کارگر، که بالاخره این کل ارزش هایی که هر دو طرف مد نظر نگرفته، بالاخره در جامعه که این ارزش ها یک ارزش های مهم هستند در جامعه، که وقتی ساختار جامعه یا در تشکیل جامعه یک تامین سالم ایجاد میکنه، ولی این مد نظر گرفته نشدن و این زمین رو ما به نام خشونت
یا مشکلات پلن ما دچار سرسختی هستیم. آقای غمه، بعضی وقت سوال خلق میشه که چرا وقتی بحث از خشونت میای در کنار از اون نام زن است؟ نخستین، ما در جامعه افغانستان بعضی رواجهای اورپیستن که دیده یا پوکس جامعه یا جامعه افغانستان بالخصوص دیده یا پوکس یا نظر زیاد به زنان دارن. از خاطر نسبت به مردا، یعنی مردا یا جامعه مردا دیدشون به زن زیاد هستن و زن در افغانستان طبقه عاجز هستن و حقوقشون همیش از خاطر نقص شدن. در رابطه به حق و حقوق طفلا میشه بگوین آقای غمعی؟ حالا شاید از این هستیم در این اواخر نه تنها در افغانستان بلکه به دیگه کشورها هم حق و حقوق طفلا هم پایمال میشه، نادیده گرفته میشه. حالا خشونت در بر زنان زیادتر صورت گرفته، دیده شده، شاید از این همسی حتی از لط و کوب گرفته تا همچنان بعضی از حرفای لفظی که صورت میگیره در مقابل خانم، اینا همه برگرفته از نام، اسمی به نام خشونت هست. حالا این که چرا روز به روز خشونت علیه طفلا هم زیادتر شده میره یا همون کودکان هم زیادتر شده میره، علت اصلیش شما در چی میبینید؟ علت اصلیشون وقتی که جامعه رشد میکنه، تقاضای چی طبقه خرد هستن، طفل هستن، چی طبقه کلان هستن، چون جامعه که رشد میکنه تقاضای یوم بالا پیش میرن. ما کلانا که مثال ما خود ما که یک احساس داریم یا تخیلات ما، خواستهای ما زیادتر شده میره از طفلا همچنان. طفلا امروز ماشاءالله رسانه زیاد شده و رسانه جانی شدن، میبینه دیگر جانا رو میبینه، دیگر کشورها رو میبینه، از او سهولت ها طبعا تمایلات از یوم زیادتر شده میره. ولی ما قبلا براتون اشاره کردیم وقتی که کلانا ارزش های اطفال هم نظر نمیگیره، ارزش ها به این معنا که شفقت، مهربانی و او چیزی که اطفال میخواه، فامیلشان یا کلانا که در جامعه هستن احترام برشان یا یک رحم ترحم کردن وارا برشان معیار ساخته نمیتونن. این زمین رو اطفال وقتی که او چیزها را به دست نیارن، یک نوع بخل که نه و یک دید عدم ارزش به کلانا و احترام و تاثیرات شد او را بازو آمد نظر نمیگیره برشون یک گودی میشن. خب آقای غمعی، در رابطه با کتابتان بگوین کیا همراه شما همکاری کردن که شما بررسی کلی را خواستین از دیدگاه جامعه شناسی در روی خشونت داشته باشین؟ شما کیا همراهتان همکاری کردن؟ از منبع خاص شما کمک گرفتین؟ ما تحقیقات ما تا هنوز ما تحقیقات کردیم، از ما تحقیقات مدون و تحقیقات داریم، یک تحقیقات علمی استن، یک تحقیقات نظری استن یا ورکشاپی استن که میره لایف وارد چی میکنه. از ما تحقیقات ما کستن تحقیقات علمی استن، از این دو کتاب ما کستن کتاب های پروفیشنال استن، بررسی جرم و مجرم از دیدگاه جامعه شناسی، بررسی خشونت از دیدگاه جامعه شناسی، ای از پانتون دانشگاه آزاد و از پانتون اکسپورت، از پانتون لودین، از پانتون معتبر جانی از منابع او استفاده کردیم. باز در ترتیب و تشکیل و ساختار از این پوهان احمد رسول، یکی از استادای سابقه کاری که دارن پانتون کابل هستند و ماستر اید محمد پلا هم یکی از استادای با تجربه همراه ما همکاری کردن. و گرچه ما خود تا این اندازه مثال علمیت، درجه علمیت ما نمیتونیم که ما بگویم که ما یک نویسنده هستیم، شاید از ما اشخاص هستن که آن علمیتشون بالا هستن، بازم باعث یک جوان هدف ما از این نویسندگی بودن که امی ابراز چیزی که در دل داشتم برای جامعه ما ایرا پیشکش کنم. کتاب نخستین ما بررسی خشونت، بررسی شرکت سهامی در نظام حقوقی افغانستان در روشنای قانون افغانستان هستن، چون که کتاب هدف یعنی کتابی بودن در افغانستان شرکت ها در کل ما شرکت تضامنی مختلط داریم ولی در افغانستان همه شرکت ها در کل سهامی هستند، چون که دیگه شرکت ها بیمه و ایچیزا میخواین. ایرا به این خاطر ما ساختیم تا اشخاص حقوقی، تاجران
در رابطه به شرکت، در رابطه به بزنس خود به شکل قانون پیش ببره تا کیفیت شرکت ها پیش برن. و کتاب دوم ما چقدر استقبال صورت گرفت از سه تالیفی که شما داشتین آقای غمایی؟ ما از نهادهای مختلف، از وزارت ها و نه تنها در داخل به سطح جهانی، ما باعث سفیر حسن نیت جهانی برای افغانستان و با از نهاد تعیین سپرا جانی و ایراد لقب داده شدن و بعد اون به صفت سپیر تعلیم تربیه و پرورش از مسیح یا از نهاد تعیین نخبگان جان و در داخل هم از وزارت های مختلف از بخش نیروهای امنیتی همچنان و این کتاب دوم من به خاطر نیروهای امنیتی با جوانان با جامعه ساختیم. انشاءالله موفق باشین جناب آقای رحمت الله غمای نویسنده. تا حال از این بعد که شما به فکر جامعه بودین، از این به بعد هم باشین و فکر مشکلات مردم باشین و چنین تالیفا بتونه حداقل تاثیرات مثبتی در بین جامعه ما داشته باشه. وقت خوش برتان میخوام. سلامت باشین.